زنبلوغ میرمیلا. سلام زنبلوغ. سلام، صبح خوبی؟ همه بخیر. خوبی؟ مرسی. بفرمایید. خوبی تو؟ خیلی آره، مرسی، خوبم. خیلی کار به نظر خوبیه که این مغلطه ها رو با هم یاد بگیم، چون خیلی ها بلد نیستم. من خودم خیلی مغلطه ها رو بلد نیستم. بعد اگر به حال آموزش داده بگیم، خیلی کار خوبیه. باش. آره، من فکر کنم من میتونم هر هفته یکیشو بیام با هم بررسی کنیم، بعد هم مثالای آنلاینشو با هم بخونیم. آنلاین خیلی عالی فارسی میشه. هم خودمون سعی کنیم دو سه تا مثالی که میشناسیم، دیدیم خیلی استفاده میکنن، بزنیم. هر هفته یکیشو با هم ریویو کنیم یا بررسی کنیم. نظر خوبه به نظر من این کار. میخوای همینجوری که هستی با هم الان ریویو کنیم همین مغلطه پهلوان پنبرو؟ صدا یه ذره قطع و وصل میشه زنبلو. تو ایرانی؟ صدا من قطع و آره صدا آره اینترنت نه متاسفانه یا خوش اینترنت ضعیفه. آره اینترنت امروز ضعیفه زنبلو. شاید. آره خب باشه، میخوای من یه ذره ریویو کنم این مغلطه پهلوان پنبه رو، بعد تو اگه خواستی بیا بالا بگو که نظرت چیه. سوالی داری؟ چیزی میخوای سوالی، نظری قبل از اینکه من این رو مغلطه رو ریوی کنم؟ والا سوال که الان ندارم، ولی یه چیزی میخواستم بگم. من در مورد اینکه تو کامنت ها مثلا من استیکر خریده بودم، خیلی مثلا چقدر پول داری فلان داری اینا، خیلی بگم اینا این بود. اولندش که والا پونگلی برای تا جایی که در توان ما هست سعی میکنیم که حمایت بکنیم و کسایی که کارهای روشنفکری میکنن، آگاهی میدن به مردم، به نظر من کار خیلی قشنگه، کار خیلی خوبیه. بعد تنها به نظر من راهکاری که میشه جامعه رو به سمت چجور بگم به سمت خوشبختی و سعادت برد، به نظر من طریق آگاهیه. و تو این برنامه قبلی هم من گفتم به نظر من اگر که یه جامعه آگاهی داشته باشه به اندازه کافی از اون مثلا حالا لایسیته یا سکولاریسم عقب نمیاد. مثلا ترکیه ببینید، خب داره عقب میاد، یه دلیلش اینه که خب خیلی مردمش هنوز اون افکار سنتی رو دارن، حالا نه همه ولی بخششون دارن، برای همینه که جامعه مثلا متزلزل هست. ولی اگر ما جامعه ما چیز بشه، آگاه بشه، خب نمیان وقت بشن پای مثلا صحبت های امید دانا، خیلی حرف های مثلا امید دانا یا رافعی پور یا همسال اون میان. البته بشینن که یاد بگیرن مغلطه چیه. آها درست. اتفاقا نشستن حرف گوش کردن حرفای امید دانا یا مثلا رائفی پور بهترین روش برای پیدا کردن مغلطه است. بیاین امید دانا رو استفاده کنیم برای تمرین پیدا کردن مغلطه. آره فکر خوبیه. البته ما خودمون خیلی پرو نشیم. بذار یه چیزی بگم، خودمون خیلی پرو نشیم. ما فکر نکنیم که حالا چون مغلطه رو یاد گرفتیم معنیش اینه که مثلا میتونیم بیام شناسایی مغلطه بکنیم تو حرفای دیگه. این خوب شد اینو الان گفتم، این خیلی مهمه. خب زنبلاغ گوش کن، این نکته خیلی مهمیه. خب خیلی ها میرن مغلطه یاد میگیرن، مغلطه ها رو یاد میگیرن برای اینکه بتونن با بقیه مبارزه فکری بکنن و مغلطه هاشون رو پیدا کنن و بهشون میگن آ نگاه کن تو مغلطه کردی. مهمترین دلیل پیدا یاد گرفتن مغلطه ها خب اینه که مغلطه های خودتو پیدا کنی. خب نه البته پیدا کردن مغلطه های دیگه هم خوبه ها، ولی بیشترین کاربردی که مغلطه یاد گرفتن داره اینه که خودت بیا ببینی که خودت چه مغلطه هایی داری. خب و هیچ وقت فکر نکنی که حالا چون مغلطه را بلدی خودت دیگه مغلطه نمی کنی. همه مغلطه میکنن. خب هیچ وقت نباید بذاریم غرور، البته خب میذاریم، ولی حتی اگرم فکر کنیم که خب آها من مغلطه بلدم، الان ممکنه بتونم مغلطه های خودم رو بهتر پیدا کنم، بدون شک اینه که نه، اکثر خیلی هاشو پیدا ولی خیلی هاشو پیدا نمی کنی. خب برای همین نه تنها باید یاد بگیری که مغلطه های خودتو پیدا کنی، باید
کسایی که دور و برت هستن و بیننده هات و دوستات و خانوادت، اگه به اونا مغلطه یاد میدی، یه دلیلش هم این هست که اونا کمکت کنن که مغلطه هات رو پیدا کنن. خب برای اینکه مثلا من یه چیزی که خیلی دوست دارم، من میدونم که خودم مغلطه خیلی استفاده میکنم، یعنی من دوست دارم که مثلا بیننده های این برنامه انقدر خوب یاد بگیرن مغلطه ها که بیان ما چه منو بگیرن که یاد بگیرن که بیان بگن آرمین تو این مغلطه رو استفاده کردی. بعضی ما ممکنه قبول کنم بگم نه نکردم به این دلیل، بعضی ما بگم ای راست میگی ما چه منو شما گرفتیم. خب یعنی نذاریم که فکر کنیم که ما برای مبارزه با بقیه نباشه، بیشترش باید با مبارزه با استدلال خودت باشه. بفرمایید. موافقم بخواد. من واقعا حالا نمیدونم خاطرت هست یا نه، من یه مثال در مورد پسرم زده بودم که هر چیز رو قبول نمیکرد، از من میرفت تو گوگل سرچ میکرد، بعد خب مثلا اون خیلی از وقتا مثلا حرفی من میزنم میگم، حالا من نمیدونم کلمه فارسی یا انگلیسیش چی میشه، خب مثلا میگه نه تو الان مثلا داری شانتاژ میکنی، داری مثلا این چیزی که میخوای من انجام بدم مثلا به صورت شانتاژ داری میگی، یا مثلا مانیپولیت میکنی. خب مثلا اون تو حرفای من خیلی چیزا رو میگیره، مثلا هر چی من بگم قبول نمیکنه، مثلا میگه ما اگه این کارو بکنی من برات این کارو میکنم، میگه این مانیپولیت هستش. حالا نمیدونم من تو فارسی یا انگلیسی دقیقاً چه جوری میگن. صدات قطعه. ببخشید خوب شو گفتی. مانیپولیت معنی یه ترجمه خوب براش پیدا میکنم. آره با اینکه مثلا سنش کمه، خب 6 سال و نیمشه، خب ولی مثلا یه چیز مثلا بهش گیره مثلا این کارو بکن که برات این کارو بکنم قبول نمیکنه. مثلا ترجمه خوبی پیدا نکردم، یه دستکاری کردن، ولی ما منظورمون این نیست. نه مانیپولیت یعنی یه جوری هدایت کردن میشه. هدایت کرد. آره فکر کنم ترجمه تو از گوگل ترنسلیت بهتره. آره نمیدونم. ای یه نفر تو لایف چت داره میپرسه آرمین چرا به چرا یه مناظره با میدانا نمیری؟ تو فکر میکنی تو فکر میکنی امیدانا حاضر با اصلا با کی مناظره کرده که بیاد با من مناظره کنه؟ نه اون خیلی وقتش پره، اون اصلا اون اصلا نمیکنه، اصلا ارزش قرار نمیشه برای کسی که بخواد بیاد مناظره کنه. البته خودش میگه ارزش قرار نمیشه، ولی به خاطر اینه که شاید میدونه که نمیتونه. خیلی فکر نکنم از لازم مناظره بتونه قوی باشه، همش میخواد همین برنامه. حتی کسایی هم که مثلا میاره بالا که باهاش بحث بکنن اصلا نمیذاره دو کلمه حرف بزنن، این وسط حرفشون نمیپره، یه کسی نمیتونه اصلا بیاد باهاش منطقی صحبت، یعنی فقط بلد داد تا سری یه چیزی میگه که یه نفر یه حرفی بزنه که قبول نداشته باشه، سری میپره وسط حرفش شروع میکنه یک دو ساعت حرف میزنه. خب همون حرفایی هم میزنه که دو برنامهش تکرار کرده، یعنی خیلی فایده نداره مناظره با کسی. این مناظره با کسی فایده داره که بذاره وسط حرف نپره، بذاره اجازه بده نشون بده که اختلاف نظرت با تو چیه. من حاضرم با یه کسی ببینین، کسی که مثلا نظرش با من موافق باشه ولی از لازم مناظره اصلا یه دقیقه گوش نکنه که ببینه حرف حساب ما چیه وسط حرف بپره، من ترجیح میدم با یه کسی که کاملا مخالفه. یعنی این اخیرا یه مناظره داشتیم با یه مسلمون که میخواست اثبات الله با ما نشون بده، من خیلی از اون مناظره لذت بردم با اینکه نظرمون با یه مخالف بود، ولی خیلی محترمانه بود، خیلی گذاشت ما حرف بزنیم، خیلی ما به ایشون احترام گذاشتیم. یعنی من واقعا فکر میکنم که استفاده کردیم از اون مناظره، باید یه چیزی باشه که واقعا یعنی هم به نفع خودمون باشه. برای اینکه بعضی از مناظره واقعا اگه کسی نظره اصلا حرف بزنیم این وسط حرفت بپره، بعد دو ساعت یک کلمه تو بگی، بعد دو ساعت اون بگه، دیگه از فقط برای اعصاب خرد کردن دیگه دلیل نداره. یه نکته من میتونم بگم؟ بفرمایید. ببینید در مورد مناظره ها، خب مناظره ها چند حالت دارن. خب یک، حالا من نمیدونم فارسیش دقیقا همین هست یا نه، چون من به یه زبان دیگه یاد گرفتم، ولی ترجمهش تقریبا بخوام ترجمه لفظی بکنم به این شکل به ما یاد دادن. مناظره چند تا حالت داره. یه حالتش حالت بچگانه است، خب بهش میگن حالت بچگانه، یعنی شما میری تو رول یه بچه، هر چی بهت میگن هی قبول نمی کنی و اینطور چیزاست. یه حالتش حالت تانکه، یعنی مثلا حالت تانک میای جلو، اونم مثلا یه حالتیه که قبول نمی کنی، اگه زاویه دیگه است.
یه حالتش هم حالت شراکتیه، یعنی شما بیشتر سعی میکنی که مناظره رو به سمتی سوق بدی که دو طرف قضیه، دو طرف یعنی مناظره سود ببرن از این قضیه. حالا من نمیدونم دقیقا این به چه شکل فارسیش که بخوام توضیح بدم، ولی مثلا یه همچین حالتیه. و امید دانا من فکر میکنم بیشتر تو اون حالت بچگانه مذاکره میکنه و هر چی که بگی شما مثلا نمیخواد قبول بکنه و بعد مثلا یه مثال هایی مثلا میزنه که چجوری بگم، یعنی مثال هایی که خیلی مثلا درست نیست، مغلطه. آره در واقع مغلطه میاد استفاده میکنه، مثال هایی که میزنه یعنی کسی اگر مثلا نشناسه ندونه فکر میگه خب آره داره راست میگه دیگه، ولی مثلا اگه یه کسی واقف باشه به موضوع میگه خب آقا مثالی که تو داری میزنی اصلا ربطی مثلا به موضوع ما نداره. من فکر میکنم به همین دلیل خب اصلا مناظره کردن با همچین شخصی فایده ای هم نداره. من خودم کلیپاشو اصلا نگاه نمیکنم چون چیزی رو توش یاد نمیگیرم. خیلی کلیپ های دیگه هست، خیلی کانال هایی مهمه که ما یاد بگیریم که ببینید نه برای, که... برای چیز آره برای اینکه مثلا شما مغلطه رو یاد بگیرید، نه فقط برای مغلطه یاد گرفتن، به خاطر اینکه خیلی فکر میکنن که این طرز فکری که مثلا کسای مثل امیدوارو دارن فکر میکنن خیلی درصد کم جامعه هست، در صورتی که نه، این یک حرکتیه که فقط امیدوارو نیست، خیلی کسای دیگه تو ایران اینجوری فکر میکنن و دست کم گرفتن این طرز فکر به ضرر خود به ضرر حرکت ما چیز میشه. یعنی باید یاد بگیرین که نظر مخالف چیه، چه حرکت هایی داره رشد میکنه، چه حرکت هایی رشد نمیکنه، حتی اونایی هم که داره رشدش، حتی مثلا حتی اصلاح طلبان هم که دست کم نگیرین، اینا ممکنه حالا خیلی شکست خوردن ولی ممکنه مثلا 5 سال دیگه دوباره به شدت برگردن. باید اینا رو حتما ما بدونیم که نظرات اینا چیه، حتی اگه ما رو بگیم اینا چرت و پرت میگن، مزخرف، من گوش نمیکنم، مگه مزخرفات برای ما هزینه؟ مگه اسلام مزخرف نیست؟ این همه هزینه داشته برای ما، ما باید یاد بگیریم که این مزخرفات چی ان. حالا اگه مزخرف معنیش نیست که ما نباید بدونیم یعنی چجوری فکر میکنن، دلیلاشون چیه، به چه نتیجه هایی رسیدن، برای اینکه روز چه مزخرف باشه چه نباشه، این طرز فکر رو زندگی، حالا من نه ولی زندگی کسایی که تو ایران هستن تاثیر داره. بله اینم یه فکره، ولی میخوام بگم که خب مثلا یکی هست به نام رائفی پور، خب شما اگه کلیپاشو برید نگاه بکنید دقیقا خیلی کلیپای اون و امید دانا دقیقا مثل همه، حتی نحوه گفتارشون، رفتارشون و خیلی بحثاشون اصلا میبینی خیلی جای شاید یکی باشه بری نگاه بکنی به این شکل هست. ولی خب من میگم من خیلی خیلی ساله که نگاه نمی کنم اینا رو، چون واقعا من دیدم من چیزی برای من نداره، چیزی جدیدی برای من نداره. آره نمیگم که همه باید نگاه کنن، نه من منظورم اینه، برای من چیز جدیدی نداره گفتم. ولی خب خیلی چیزای دیگه هست، مثلا در مورد همین بحث اسلام که میگی مثلا هست یه آقایی هست تو برنامه شما هم بود، الان اسمش از خاطرم رفت، آقای اسم قشنگی هم داشت، فکر کنم اسمش محسن، فامیلیش هم یادم نمیاد، خب که فکر کنم در آلمان و اگر اشتباه نکنم زندگی میکنه، در مورد تاریخ اسلام خیلی بررسی کرده. بعد اساسا اونا یه تئوری دارن که اصلا نمیدونم وجود محمد رو بردن زیر سوال، که اصلا شاید محمدی هم وجود نداشته باشه، الان فامیلیش آدم و مثلا خیلی صحبت جالبی میکنه. خب گوش دادن اینا به نظر من خیلی فایده بیشتری داره. یا مثلا آقای نوزری اگه اشتباه نکنم تو برنامه شما هم بود، خب مثلا خیلی صحبت جالبی میکنن اینا، خیلی چیزای جالبی دارن. اوکی خب اینا رو پیشنهاد کردیم، ما هر کی بره نگاه کنید، ما اتفاقا سعی میکنیم که کسایی که ما که فقط در برنامه میدونه که صحبت نمیکنیم، ما اتفاقا کسایی که فکر میکنیم ممکنه ارزش دیدن داشته باشن به عنوان مهمون آوردیم. همیشه هم تو برنامه پیشنهاد کردیم که همه برن اینا رو دنبال کنن. من یه سری کامنت دیگه هم من اینجا بذارم، من که من موندم که چرا خیلی اینو متوجه نمیشن. علی میگه آرمین تایم لایو کی هست؟ چون یه طرف امید دانا بود میخواست بیاد با تو لایف
بیا توی لایفات. ببین من موندم شما واقعا خیلی تکنولوژی بلد نیستن استفاده کنن، چون که شما برین صفحه اول کانال یوتیوب ما، هر موقع که ما لایف میذاریم از یک از 6 روز 5 روز یه هفته قبلش قشنگ برای شما گذاشته که این لایو کی قراره، یعنی کلی به شما وقت دارین که ببینین که این لایو کیه کی هست. شما برین صفحه اول یوتیوب ما، اگه یه لایو قراره باشه بیاد دقیقا وقتش برای شما گذاشته. تازه خیلی هم راحت یه کاری کرده که شما میتونید ریمایندر برای شما بذاره، یعنی واقعا پیدا کردن جواب این سوالا خیلی راحته. من موندم که چرا هم خیلی تو لایف چت میپرسن آرمین کی میخوای دوباره پاسخ و سوالو یعنی گفتگو با آرمین رو مثلا دفعه بعد کی هست، بگم یعنی نمیبینید توی برین هست دیگه، برین چک کنید. خب